کافور خادم را دیدم، خادم امام بود که فرستاده مولایم ابوالحسن بود، فرستاده امام هادی، و مرا خدمت آن حضرت دعوت کرد. من جامه پوشیدم و خدمت او رسیدم. ببین جامه پوشیدم و یعنی لباس خونگی داشته، حالا لباس بیرون تنش کرده. ببین چی، یه خورده دقت بشه تو روایت، خیلی نکات ظریفی داره. و دیدم در پشت پرده با پسرش ابو محمد و خواهرش حکیمه خو گفتگو دارد علیهم السلام. چون نشستم فرمود ای بشت، تو از سران انصاری و ولایت ائمه همیشه پشت در پشت در میان شما بوده و شما مورد اعتماد ما خانواده هستید و من میخواهم شرف یکی از اسرار امامت رو بهره تو گردانم. میخوام یه شرافتش نصیب تو بشه و تو را برای خریدن یک کنیزی گسیل دارم. آن حضرت نامه‌ای به خط و زبان رومی نوشت و بست و مهر آن را به آن زد و کیسه زردی رنگ کیسه رم گفته. اینقدر این خاطره ثبت شده تو مخ این آدم، اینقدر با خودش مرور کرده و به هیچ کس نگفته، چون ثبت شده. میگه کیسه‌ش هم زرد بود. بعد نوشته دقیقاً چقدر توش دینار پول گذاشت که اومده 220 دینار در آن بود. آورد آنها را به من داد، فرمود اینها را بگیر و برو بغداد و ظهر فلان روز در معبر نهر فرات حاضر شو. در اطراف تو زورقهای اسیران میرسند و خریداران و وکلای افسران بنی عباس دور آنها را میگیرند و جمعی از جوانان بغداد هم میآیند. چون چنین دیدی، یعنی شرایط رو قشنگ امام هادی برای چیکار میکنه، ترسیم میکنه، میگه وقتی رفتی این میزانسن رو دیدی، این فضا رو دیدی، دیدی این جوریه، یعنی یه سری پیشگوییه دیگه. خب بدون که درست رفتی، بدون که داری مسیر درست میری. و خریداران و وکلا و افسران بنی عباس دور آنها را میگیرن و جمعی از جوانان بغداد هم میاد. چون چنین دیدی، دورادور بنده فروشی به نام عمر ابن یزید نخاس تا آخر روز پاس بده. گفت دوروبر این آدم باش، پرسجو کن فلانی چیه، دیدی اسمشه، بپلک دوروبرش باش تا بهت بگم نشونهای بعدی چیه. و چون کنیزی را که صفات چنین و چنان دارد. اینجا خیلی جالبه، این چرا کسی که کیسه رو زرد میگه کنیز و صفاتشو نمیگه؟ یک جورایی شاید چیه، بحث به قول ناموس اهل بیت نمیخواد باز بکنه، مثلا قدش چطوره، مثلا چند سالش، اینا رو نمیخواد بگه، او یه صفاتی حالا داره. بله، چنین چنان دارد و دو پارچه حریر پوشیده است. گل لباسش هم اینطوره، لباسو میگه، پوششش رو میگه. برای فروش بیرون آورد، از گشودن رو و لمس خریدار و اطاعت آن سر باز زند. گفت ویژگی این اینه که یه بهش میگه روبند تو بردار، این قبول نمیکنه، نمیذارم کسی بهش دست بزنه، جی خدا را میندازه اونجا. و از پشت روبند نازکی که دارد به طالب خود بنگرد و در او تأمل کند. دنبال یه خریداره، اون توجیهه، او دنبال یه خریدار خاصه و در او تأمل کند. بنده فروش او را بزند، چرا این چه رفتاریه، مثلا با شلاقی و هر چیزی او را بزند، به زبان رومی ناله کند. شما وقتی استرس بهت وارد میشه دیگه، انگلیسی منگلیسی و اینجور چیزی اگه داری صحبت میکنی چی میشه، فراموش میشه. تا 300 دینار پول میدم، این همین عفت و حیایی که داره چیه، باعث شده که قولی من مشتری بشم. در جوابش گوید به زبان عربی، برمیگرده دیگه اینجا به رومی صحبت کردن فایده نداره برای کسی که عربه. اگر در لباس سلیمان، یعنی تو دیگه پادشاهیت مثل سلیمان باشه و کرسی سلطنت رو او جلوه کنی، من به تو رغبتی ندارم. ملاحظه مال خود را داشته باش، پولتو نگیر واسه خودت، پولتو بذار جلو آینه دو برابر بشه. میگه برایش اینجوری جوابشو داد. بنده فروش گفت چاره چیست، باید تو را فروخت. میگه نمیگه این گفت، امام هادی همه جملات دیالوگ ها رو داره چیکار میکنه، پیش بینی میگه، میگه اون موقع اینطوری میگه. آن جاریه گوید چه شتابی داری، باید در انتظار یک خریدار باشی که دل من به امانت او اطمینان یابد. در این وقت تو، میگه وقتی اینو گفت، در این وقت تو برو نزد عمر ابن یزید نخاس و به او بگو من نامه سربسته از یکی از اشراف دارم که به زبان رومی و خط رومی کرم و وفا و بزرگواری و سخاوت خود را نوشته. این نامه را به او بده تا در اخلاق نویسنده آن اندیشه کند. اگر او را پسندید و راضی شد، من وکیلم و او را میخرم. رفت یه نامه ای گفت برو بهش بده که همین کارم بعدن اون میکنه. میگه اینو بده بهش، اگه خوشش اومد من وکیلم از سمت این اشراف میخرمش ایشون. به شبر سلیمان گوید همه دستورات مولای خود را انجام دادم درباره خرید آن کنیز. و چون نامه به دست او رسید و خوان، به سختی گریست و عمر ابن زید و عمر ابن یزید گفت مرا به صاحب این نامه بفرست. به چی؟ صاحب
نامه. این یادتون بمونه نکته کلیدی. به محض آنکه در آن حجره وارد شد، نامه مولایم را از جیب خود درآورد و بوسید و به گونه ها و چشمان خود کشید. یعنی شروع کرد گریه کردن و احترام گذاشتن، تبرک می‌جسته و به بدن خود مالید. و من از روی تعجب به او گفتم: تو نامه کسی رو می‌بوسی که او رو نمی‌شناسی؟ ایها العاجز. همین به بشرفن سلیمان میگه: میگه تو درمونده چه می‌فهمی؟ گفت: ای درمانده و سست معرفت به مقام پیامبر زادگان، تو چه متوجه میشی؟ به من گوش کن و دل به سوی من دار. من ملیکه دختر یوشع ابن قیصر روم و مادرم از نژاد حواریون مسیح شمعون است. من برای تو داستان بسیار عجیبی نقل میکنم. میگه که جدم قیصر روم میخواست مرا در سن 13 سالگی به برادرزادهش تزویج کند. در کاخش انجمنی بدین صورت تشکیل داد. میگه راهبار همه رو جمع کرد، سیدامونم به قولی جمع کرد 300 نفر، از رجال و بزرگان کشور روم 700 نفر، از همون امپراتوری بیزانس بزرگان هم دعوت کرد، از دانشمندان و افسران و سرهنگان و لشکریان و سران کشوری و لشکری هم 4000 نفر نه، در جمع مثلا میشدن نزدیک 5000 نفر. تخت زیبایی از انواع جواهر و دانه‌های قیمتی ساخته شد و در صحن کاخ بالای 40 پله قرار داد و برادرزاده خود بر آن نشاند. چون برادرزادش را بالای تخت نشان و صلیب‌ها اطرافش افراشته شدند و کشیش‌ها به دعا ایستادند و انجیل‌ها را گشودند، یک بار همه صلیب‌ها سرنگون شدند و به زمین افتادند. تا می‌خواستن عقدو بخونن یک زلزله اومد. یه زلزله اومد، این ستون‌ها رو انداخت، ستون‌هایی که نه که به سقف وصل بشه، ستون‌های تزئینی. می‌گذاشتن افتاد زمین و به زمین افتادن و ستون‌ها از جا در رفتن و سرنگون گردیدن و آن که بر تخت بود به زمین خورد و بیهوش شد. دوماد بخ برگشته بیهوش شد. رنگ از روی کشیش ها پرید تا اینا انجیلو باز کردن زلزله اومد و به لرزه افتادن و بزرگ آنها به جدم گفت: ما را از ملاقات این نحسی ها که دلالت بر زوال دین مسیحیت و مذهب ملکانی، اینا دینشون ملکانی بوده، یکی از شاخه های کاتولیک هاست که اینا جز اولین کسایی بودن که قائل بر تثلیث شدن، یعنی شرک محض در مسیحیت، یعنی دین حضرت نرجس خاتون، دین پدر مادرش چی بوده؟ مثلا ملکانی بوده و مشرک بودن. نه عجیبا دقت کن مافتار. و جدم از این پیش آمد فال بد زد و به کشیش ها گفت: بار دیگر این ستون ها رو برپا دارید و صلیب ها رو برافزه و برادر این بخت برگشته و تاله سوخته را بیاوردن تا این دختر رو با او تزویج کن. داداش دوماد آوردن، گفتن کج کلگی از دوماده آوردن. یه زلزله دیگه اومد، اونم کله پا شد و نحس او را به سعد آن دیگری دفع کنم. چون دوباره مجلس جشن فراهم کردن، همان پیش آمد برای دومی تکرار شد و مردم پروکرده شد و جدم قیصر اندوهناک شد و درون کاخ خود رفت و پرده ها را انداخت. من در آن شب خواب دیدم که حضرت مسیح و شمعون شمعون و جمعی از حواریون در کاخ جدم گرد هم آمدند و در همانجا که جدم تخت زده بود منبری نصب کردند که این 40 تا پله میخورد میرفت بالای تخت، اون چقدر به بلندای سر آسمان کشیده بود. و محمد با جمعی از جوانان و شماری از پسرانش بر آنها وارد شد. فرزندانش هم بود، یعنی ائمه. حضرت مسیح به استقبال او برخاست و آن حضرت به وی گفت: یا روح الله، من آمدم از وصیت شمعون دخترش ملیکه را برای این پسرم خواستگاری کنم. و به دست خود اشاره به ابی محمد صاحب نامه کرد. صاحب چی؟ نامه. مسیح به شمعون متوجه شد و فرمود: شرافت نزد تو آمده است. و خوش به حالت شدی یه جورایی پدر بزرگ مادری یه همچین کسی.